سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. عرضم به حضورتون اینجا ساعت 4:25 است. تا 5 دقیقه دیگه خبری که ما منتظرش بودیم در حوزه دلار کانادا و دلار آمریکا اعلام میشه. ما صبح توی توییتر و یوتیوب اطلاع رسانی کردیم که این خبر میتونه ترید زمان خبر روی یو اس دی کات داشته باشه. میتونستیم از قبل طبق روال سالهای گذشته بیایم اوردر گذاری بکنیم، همون تکنیکی که از سال 2015 ما داریم استفاده میکنیم، ولی میخوام که این دفعه در واقع پولیتیکو عوض کنم که اسلیپیج شاید بهمون نخوره. میخوام الان یه بای یه سل وارد بشم و بعدشون استاپ لاس بذارم. بالاخره نمودار به یه سمتی فرار میکنه، من یه دونه استاپ میخورم، یه دونه سود میگیرم. احتمالا یه استاپ، چون با یه لات میخوام برم تست این دفعه، با یه لات احتمالا بین 120 تا 150 دلار ضررمه و احتمالا یه سودی باید دوره بر 400 دلار باشه. پس در واقع من یه چیزی دوره بر 250 تا 200 250 دلار باید سودم بشه. خب پس با هم دیگه بریم روی چارت انجام بدیم. طلا به شدت داره میریزه، پس به احتمال خیلی زیاد بازار باید بازار صعودی باشه. من یه لات هستم، یه دونه بای میرم. الان من یه پوزیشن بای دارم، استاپ لاس هم میخوام بذارم تو محدوده اینجا، همین منطقه اینجا اگه در نظر بگیریم شاید بد نباشه. ما مودیفای کنیم، 1 استاپ لاس ما رو عدد 1.3427. خب این استاپ لاس من برای سل ما، برای بای ما. حالا من یه دونه سلم میخوام بزنم، یه دونه پوزیشن سلم پس رفتم، سلم هم میخوام براش استاپ لاس بذارم رو منطقه بالا اینجا. برای سل میخوام استاپ لاس بذارم، پس پوزیشن سل من مودیفای، اوردر استاپ لاس سل ما رو عدد 1.3444. خب من این خط قرمزا رو پاک کنم. پس الان این بغل باید ببینین اینه. ما یه دونه بای داریم، یه دونه سل که جفتش هم در واقع استاپ لاس داره. 2 دیگه هم مارکت باز میشه، میخواییم ببینیم که در واقع بالاخره مارکت به سمتی میخواد پرت بشه دیگه، ما بتونیم اون پرتاب مارکت رو در واقع اگه بتونیم بگیریم خیلی عالی میشه. تا حالا من این تکنیک رو استفاده نکرده بودم، همیشه با اوردر گذاری سل استاپ در واقع بای استاپ میگرفتم. این دفعه اومدیم در واقع تکنیک رو عوض کردیم. الان اسلیپیج به ام نمیخوره، ولی باید بیام بسنجم آیا اون میزان اسلیپیج برام به صرفه تره یا اینکه یه دونه استاپ بخورم یه دونه تریدم سود بشه. خب پس حالا واسه اولین باره این کار رو انجام دادیم، با من همراه باشیم ببینیم حالا خیر و شر هرچی هست تا 1-2 دیگه معلوم میشه. با هم دیگه هستیم ببینیم چی در میاد. فقط امیدوارم استاپ نخوریم. بذاریم من استاپ رو یکم بیارم پایین تر. یکم استاپ رو بیارم پایین، اصلا بذاریم استاپ رو بذارم پایین اینجا. خیلی فرقی نکرد، جامون یکم امتره. 1 دیگه هم خبر اعلام میشه، کمتر از 1. پوزیشن ما میبینید یکیش الان 14-15 دلار سوده، یکی 111 دلار منفیه. خب یعنی در واقع اومدیم هج کردیم دیگه. ببینیم الان خبر اعلام میشه چه اتفاقی میفته، تا چند ثانیه دیگه با خبر اعلام بشه. فقط امیدوارم قبل خبر استاپ نخوریم. خب الان خبر باید اعلام بشه. خب من فور ببینید یه دونه استاپ خوردیم، الان 180. ببینید ما چقدر تو سودیم، 300 200 خورده ای. من با 290 تو اومدم بیرون. حالا بریم ضررمون رو نگاه کنیم چقدره. ضررمون رو ببینیم چقدره. اکانت هیستوری امروز رو بیارم ببینید این خیر و شر رو الان شما اینجا میبینید. ما یه 81 دلار منفی شدیم، 297 دلار مثبت شدیم، 215 دلار رفتیم توی سود. خب پس در واقع سیستمی که میخواستیم کار بکنه کار کرد. من با یه لات رفتم، چون اولین بار بود داشتم این استراتژی رو با حساب ریه توی زمان خبر انجام میدادم. خب چه ریختن این کرد طلا. خب پس میبینیم به ازای هر یک لات 215 دلار سودش شده بود.
پس اگه من مثلا مثل همیشه یه دونه 5 لاتی میرفتم الان 260 دلار سودش بود، همون سود همیشگی رو میتونستیم بگیریم. فکر میکنم این خیلی بهتره. دیدین استاپو به موقع زد. عرضم به حضورتون که دیگه نه اسلیپیج اینجا داستان شد، نه چه میدونم اوردر من زود باز شد، دیر باز شد، فلان شد، بیسار شد، همه چی عالی بود و شاید ما باید بیشتر میموندیم، ولی خب چون استراتژی دفعه اولش بود که ما داشتیم تست میکردیم با حساب ریل، ترجیح دادم که شر درست نکنیم، با یه سود متوسط بیایم بیرون برای دفعه بعدی، پس میتونیم از این استفاده بکنیم. امیدوارم همگی امروز سودهای عالی کرده باشیم، مخصوصا اونایی که رو پوزیشن طلا بودن. طلا یهو الان یه چیزی نزدیک 20 دلار اومده پایین. امیدوارم همتون سودهای عالی گرفته باشین، آخر هفته عالی داشته باشین. وقت همگی بخیر.